خویشاوندانی محبوسی 29 ساله تاجیک در روسیه عبیدالله تقایف کوشش دارند اثبات کنند که پرونده جنایی نسبت جوان اعلان گردیده بافته شده می باشد. مراجعت خویشاوندان به پرزیدنت وضعیت را دیگرگون کرده نتوانست. زیرا در مکتوب حساباتی کرمل گفته شده است که مقامات سعودی مستقل و صاحب اختیار می باشد. بنابراین مقامات اجرایی حاکمیت نمی تواند با قرار آن دخالت نماید. یادرس میکنیم که تقایف آخرهای سال 2018 در روسیه محکوم شده است و این حال در کلونی اصلاحی شهری بلاگاوشنسکی ولایت امور نگاه داشته می شود. مقامات قدرتی روس نسبت به پرونده جنایی بافته شده آغاز نموده در همکاری تشکیلات تروریستی عبدال دانسته به مهلت 6 سال از آزادی محروم ساختند. در همصحبت با رادیو آزادی خویشاوندان تقایف نقل میکنند. او یکچند مراتبه شاهد آن گردیده است که پیش از شروع نماز به مسجد کارمندان پلیس می آمدند و بعضی مهاجران با زودی از آنجا می رفتند. حجت های درست بودند. از این روی تقایف بدون ترس از کارمندان پلیس پرسیده است که چرا آنها به مسلمانان فشار می آورند؟ آنها پاسخ دادند که با درخواست امام مسجد آنها برای رعای ترتیبات جمعیتی نظارت می کنند. بنابراین عبیدالله بعدتر سوال مذکور را به امام خطیب مسجد مفتی کراسنویارسک گیاس فتکولین داده است. با جرأت تقایف استادگری کرده نتوانسته امام مسجد شهروند تاجیکستان را در اکستریمیزم عیبدار نموده تهدید کرده است که با او مقامات های دخل دار کار خواهند برد. عیناً پس از این صحبت تقایف از طرف کارمندان خدمات مخصوص دستگیر شده به بازداشتگاه موقتی جایگیر کرده شده است. До того, как меня арестовали.